فیلسوفان بدکردار، نویسندگان نایجل راجرز، مل تامپسون، تهیه شده در بنیاد آینه. ژان ژاک روسو متولد 1712، در گذشته در 1778، فیلسوف به مثابه قربانی. خداوند همه چیز را کامل آفرید، اما انسان در آنها دست برد و آنها را ویران کرد. ژان ژاک روسو، امیل. انسان آزاد آفریده شد، اما امروز در همه جای دنیا در زنجیر است. ژان ژاک روسو با این فراخوان به انقلاب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل به قدیس حامی انقلاب فرانسه و انقلابهای رمانتیک شد. نفوذ روسو از زمان مرگش تا امروز گسترده بوده است. ژاکوبن‌های تندروی مثل روبسپیر او را به دلیل نقد و طرد کردن جامعه فاسد و مفهوم اراده عمومی که خود را به روشی پیچیده در گرد همایی های بزرگ می نمایاند می ستودند. روسو برای کسانی که از دیکتاتوری های تند روی چپ یا راست خوششان می آید یک قهرمان مسلم است. برای بقیه، چه لیبرال باشند، چه محافظه کار یا شکگرا، روسو یک ملعون است. مهمتر از آن، اصرار او به سلامت انسانیت پیش از فاسد شدن به وسیله تمدن است که البته این اظهارات کمتر نقد شده است. این حرف او اثر بسیار مهمی به خصوص بر روی نگرش‌های آموزشی و بزرگ کردن کودکان و باورها در مورد مسئولیت فردی داشته است. امروز هر معلمی که به جای تلاش برای منتقل کردن دانش و افکار موجود به کودکان آنها را آزاد می‌گذارد تا هرچه می‌خواهند بکنند و خودشان را ابراز کنند، در حال تجربه به اثرات افکار روسو است. به همین ترتیب هر مجرمی که به جای اینکه مسئولیت جرم خود را بپذیرد میگوید تنها قربانی جامعه بوده، ناخودآگاه حرفهای روسو را تکرار میکند که گفت هر فرد به دلیل عشق به خود به ذات معصوم است و فقط محیط بد باعث میشود که او به سمت اعمال بد برود. اما مردی به نام روسو، انقلابی دوستدار طبیعت که تمدن قرن 18 و قرون پیش از آن را نفی می کند و برای بازگشت به طبیعت دلتنگی می کند، زندگی داشت که تناسب چندانی با زندگی قهرمانانه و معصومانه طبیعی نداشت. برای دانستن این واقعیت در زندگی او لازم نیست که خیلی زندگیش را وارسی کنیم، چرا که او در کتاب اعترافات خود همه اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار داده است. این کتاب یک خود توجیه گری و یک رنج نامه است که ظاهراً به طرز بی سابقه ای صادقانه نوشته شده و به لحاظ ادبی یک شاهکار محسوب می شود. البته این کتاب به آن اندازه که روسو ادعا می کند صادقانه نیست. برای کسی که آشکارا نابرابری عصر خود را رد می کند، روسو نمونه شخص قابلی است که اغنیا و زورمندان درکش می کردند. البته روسو مکررن دست اشراف و مخصوصاً زنانی را که به او غذا دادند و او را نواختند گاز گرفت. بدتر از آن، البته شرایط بد روسو را نباید از نظر دور داشت، فیلسوفی که خود در مورد اهمیت تربیت خوب برای بچه ها تأکید می کرد، با بیرحمی
تمام همه 5 کودکش را به یتیم خانه سپرد و همانطور که در همه یتیم خانه های آن دوران رایج بود، بیشتر آنان بعد از مدت کوتاهی مردند. حتی بر اساس استانداردهای قرن 18 این یک رفتار بی صفتانه و منافقانه بود. روسو مدت کوتاهی پس از مرگش در میان مردم و حتی در میان اشراف محبوبیت زیادی یافت. این محبوبیت بیشتر به خاطر رمان‌های او بود، نه نقش او در ایجاد یک فلسفه رسمی. روسو در صفحات نفسگیر و اغواگر رمان‌هایش احساسات گرایی، فلسفه و مبالغه را به نحوی رمانتیک مخلوط کرده بود و در عصر روسو این رمانتیک گرایی به بسیار محبوب بود. شهرت او به عنوان یک خیال پرداز سیاسی و اجتماعی در سراسر قرن 19 به گسترش خود ادامه داد. روسو که یکی از اولین پیامبران بازگشت به طبیعت و واپسزنی محدودیت‌ها و ریاکاری‌های تمدن بود، پدر جنبش رمانتیک شد که تا امروز هم جزو مهمترین و مؤثرترین جنبش‌های هنری و روشن فکری در عصر ماست. هر کس از خانه خود خارج می شود تا یک بطری آب بخرد که روی آن نوشته آب طبیعی معدنی، دارد نادانسته با این باور روسو که این امر طبیعی را باید همیشه بر امر مصنوعی ترجیح داد بیعت می کند و مهر تاییدی بر تفکرات آشفته و احساسات گرایانه او می زند. کاش ظریفی می پرسید مگر آب غیر طبیعی هم داریم؟ اما احتمالاً بزرگترین تأثیری که او از خود به جای گذارده روشی است که به ما برای نگاه به انسان معصوم ارائه کرده و گاهی در عین تعجب به او لقب قربانی می‌دهد. این نقشی بود که روسو با قدرت در تمام زندگی خود بازی کرد. انقلاب احساسات گرایانه‌ای که بر اساس این طرز تفکر ایجاد شده هنوز هم با ماست. ژان ژاک روسو در 28 ژوئن سال 1712 در دولت شهر ژنو به دنیا آمد. هرچند ژنو شهری کوچک با جمعیتی کمتر از 10,000 نفر بود، اما این شهر یک دولت شهر مستقل و چسبیده به کنفدراسیون سوئیس بود که به خاطر سنت‌های کالوینیستی جمهوری‌خواهانه و سفت و سخت خود مردمی مغرور داشت که این میراث غرور به روسو هم رسید. هرچند ژنو در قرن 18 به وسیله جرگه محدودی از ثروتمندترین شهروندان اداره میشد، اما این شهر به نسبت همسایگان که در آنها سلطنت‌های تمامیت‌خواه فرانسوی و ساردنی بود، یک شهر آزاد محسوب میشد. روسو هرگز نتوانست با فرانسه خو بگیرد. او به شهرهای بزرگ و جامعه جهان وطن فرانسه بدگمان بود و مثل افلاطون عاشق سادگی و استقلال بود. مادر روسو دختر یک خانواده باهوش و اجتماعی بود، اما مدت کوتاهی پس از تولد روسو درگذشت. پدر روسو شغل ساعت سازی داشت و مردی عیاش بود. او علاوه بر ساعت سازی رقص هم تدریس می کرد و بعد از شرکت در یک درگیری به جای رویارو شدن با دادگاه از شهر گریخ و پسر 10 ساله‌اش را به یکی از عموهایش سپرد که او هم روسو را برای آموزش به یک روحانی به نام کشیش لمبرسه و خواهرش سپرد. در آنجا بود که روسو برای اولین بار پی برد زمانی که مل لمبرسه، خواهر 30 ساله و جذاب کشیش، برای تنبیه او را روی پاهایش می‌گذارد و با کف دست به پشتش می‌زند، لذت زیادی می‌برد. او اعتراف می‌کند که این تجربه زائقه جنسی او را برای بقیه عمر شکل داد.
او بعداً اعتراف کرد حتی بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدم هم آن تجربه شیرین و عجیب در من ادامه داشت و مرا به مرز جنون و انحراف می کشید. افتادن به پای معشوقه سلطجو، اطاعت از فرمانهای او یا التماس بخشش از او برای من بزرگترین لذت و هرچقدر بیشتر به این تخیل زنده می اندیشیدم و خونم به جوش می آمد، بیشتر شکل یک عاشق نالان را پیدا می کردم. به نظر می رسد خدازاری روسو که تا آخر عمر او ادامه داشت به طور خاص در تخیلات استمناگرانه او مجال ظهور می یافت. احتمالاً این ویژگی او نشان دهنده تمایل شدید نوزادانه او به توجه و امنیت کامل است که از ندیدن محبت در دوران کودکی نشأت می گرفت. او خودش می گوید هرچند او همیشه دوست داشت زنان سلطجو و مخصوصاً از طبقه اشراف رئیس او باشند، اما دوست هم نداشت که زنان به او تازیانه بزنند و رقیبی برای مارکید و ساد نبود. تفکرات ساد در مورد سرشت واقعی انسان این بود که انسان ذاتاً منحرف و خبیث است و همین باعث تغییر زندگی و نابودی او شد. البته روسو در خارج از اتاق خواب همیشه معتقد بود که زنان باید مثل روم و یا یونان باستان کاملا زیر دست باشند. یکی از اتهاماتی که هرگز نمیتوان به او وارد کرد برابر دانستن زنان و مردان است. روسو وقتی بچه بود در کتابخانه مادرش کتاب زندگی‌های موازی از پلوتارک را خوانده بود و در مورد روم و یونان قدیم چیزهایی می‌دانست. او با غرور می‌گفت من در 12 سالگی یک رومی بودم. هرچند بعداً جامعه بسته و اولیه اسپارتی مورد توجه و احترام او قرار گرفت. آموزش او در 13 سالگی و زمانی که پیش حکاکی شاگردی می کرد به پایان رسید. چنین زندگی فرودستانه ای چندان دلچسب نبود. برابر این او 3 سال بعد از ژنو فرار کرد. بر اساس کتاب اعترافات تبعید خودخواسته او به صورت شانسی اتفاق افتاد. در روز یک شنبه ای روسو پس از یک روز ولگردی در اطراف شهر، هنگامی که دیر وقت به شهر نزدیک می شد با دروازه های بسته شهر مواجه می شد. بنابراین بی هدف مسیری را در پیش گرفت. هنگامی که سرحدات ژنو را رد کرد، به قلمرو سلسله کاتولیک و شکوهمند پیدمونت وارد شد. روسو با خیال راحت کاتولیک شد تا بتواند پستی در میان اشراف ساوی به دست آورد. اما به جای پست، حمایت مادام دوارنز را به دست آورد که پیشتر یک اشرافزاده پروتستان سوئیسی بود، اما اکنون تلاش می کرد تا تازه کاتولیک های جوان را حمایت کند. روسو در تورین که پایتخت پیدمونتی ها بود به عنوان نوکر در خانه اشرافزاده ای کار می کرد. در آنجا او یک روبان ابریشمی صورتی را دزدید. این جرم کوچکی بود، اما روسو به جای پذیرفتن آن را به گردن مستخدمه ای به نام ماریون انداخت. ماریون این اتهام را با جدیت رد کرد. ارباب که گیج شده بود هر دو را اخراج کرد. روسو بعداً اعلام کرد شرارتبارترین افکار عمرم در آن لحظه بیرحم اتفاق افتاد که آن دختر نگونبخت را به دزدی متهم کردم. روسو می گفت دوستی او با آن دختر باعث شده بود تا این مشکل ایجاد شود، چرا که وقتی از او در مورد سارق روبان پرسیدند با دست پاچگی اسم اولین کسی که به ذهنش رسیده را گفته بود. این دزدی و عدم پذیرش مسئولیت آن، هرچند روسو بعداً از آن ابراز پشیمانی کرد و مشکلاتی که بعداً پیش آمد در همه زندگی روسو تکرار شد. ما
مدتی به سر رسو زد که کشیش شود و بعد از اینکه در یک مدرسه مذهبی ثبت نام کرد، درس را رها کرد تا به کلاس آوازخوانی برود که با استعدادهای واقعی او همخوانتر بود. شغلهای عجیب و غریب دیگری هم داشت. مدتی منشی یک کشیش قلابی بود که ادعا می کرد برای بازسازی معبد مقدس در بیت المقدس خیرات جمع می کند. بعد به عنوان یک نجیب زاده اسکاتلندی هوادار جیمز دوم، پادشاه انگلیسی، فاسق یک بانوی ثروتمند شد. اما روسو بهترین زمانهای عمرش را در خانه مادام دوارنز در میان کوههای شامبری در کنار مادام دوارنز می گذراند که خودش او را مامان صدا می زد. وقتی روسو به 21 سالگی رسید، ناگهان مادام دوارنز او را به رخت خوابش برد. روسو از این زندگی جدید با نامادری توپل مپل خود خرسند بود. او مشتاقانه مطالعه می کرد و زمانی که در خدمت بانوی پشتیبان خود نبود، نبوغش در موسیقی را تقویت می نمود. روسو از اینکه اجازه بدهد تعمیرکار پیر خانه از جذابیت های مادام دوارنز لذت ببرد ناراحت نمی شد و حتی پس از مرگ رقیبش لباس های او را به ارث برد. در سال 1742 و با 30 ساله شدن روسو، این قصیده طولانی به پایان رسید. او به سمت پاریس حرکت کرد تا مشهور شود. یک سال بعد با کمک یک زن از اشراف موفق شد به عنوان منشی سفیر فرانسه در ونیز مشغول به کار شود. سفیر مردی دائم الخمر بود که به جای پرداخت حقوق به روسو، بهترین فاحشه های ونیز را در اختیار او قرار می داد و روسو هم ساعتها با این فاحشه بر روی قایق‌های ونیزی به سر می برد. در آن زمان ونیز به عنوان شهر ولنگاران و روسپیان شهرت داشت، اما روسو که احساس می کرد این شهر برایش تبدیل به زندانی شده و از سفلیس هم وحشت داشت، از این شهر دلگیر بود. یکی از روسپیان به نام زولیتا وقتی به او نشان داد که فقط یک سینه دارد، روسو را به گریه انداخت. زولیتا که از واکنش او ناراحت شده بود، با ژرف‌اندیشی که از او بعید می نمود گفت: ژانی، زنها را ول کن و به جایش برو ریاضی بخوان. در سال 1744 روسو تصمیم گرفت از حکومت در پاریس بخواهد که او را برگرداند. او همچنین امید داشت اپرایی که نوشته بود را در آنجا اجرا کند و شکل جدیدی از نوت نویسی موسیقی را منتشر کند که خودش اختراع کرده بود و در آن از اعداد برای نشان دادن نوت‌ها استفاده می‌شد. هرچند روسو مدت‌ها بعد موفق شد بخشی از دست مزدش را پس بگیرد، اما در هیچ کدام از این پروژه ها موفقیتی کسب نکرد و همین باعث رنجش او از فرانسه و مخصوصاً پاریس شد. در سال 1745 در پاریس با ترز لاوازیه آشنا شد و با او رابطه طولانی مدتی برقرار کرد که هرچند دچار انقطاعاتی شد، اما مدتی طولانی ادامه داشت. ترز که 18 سال داشت و در رخت شوی خانه هتل روسو کار می کرد، به طرز غیر معمولی از همه جذابیت ها محروم بود. پورتره های موجود نشان می دهند که او خیلی زشت بوده است. همچنین او بسیار بی سواد بوده و حتی نمی توانست ساعت را بخواند. او به جز زمانی که می خواست روسو را کاملا سرکیسه کند، بسیار احمق و بدرفتار بوده است و با کمک مادرش که به جز بر خی مواقع به اندازه خودش نفرت انگیز بوده، سرکیسه کردن روسو را به خوبی انجام می دادند.
مشخص نیست که روسو بجز دست پخت خوب او به چه چیز او علاقه داشته است. شاید جذاب نبودن او طبع مازوخیستی روسو را ارضا می کرده است. البته شواهدی موجود نیست که نشان دهد ترز او را مانند مل لمبرسه تنبیه می کرده است. احتمال قوی تر این است که ترز حس عمیق فرودستی اجتماعی را در او تسکین می داده است. هر اتفاقی هم که در جهان بیرون می افتاد، خیال او از بابت برتر بودن از ترز راحت بود. او همیشه با ترز مثل خدمتکارش رفتار می کرد و مهمانهایش هم اغلب فکر می کردند که این زن خدمتکاری است که روسو دائما او را مسخره می کند. هرچند آنها هرگز قانوناً ازدواج نکردند، اما 5 بچه درست کردند که روسو همیشه اصرار داشت همه آنها را رها کنند. او سالها بعد در نامه ای نوشت: از این رابطه نامشروع 5 بچه پا گرفتند که هر 5 بچه را به بیمارستان فاندلینگ بردم. اصلاً به این که بعداً سراغشان برگردم فکر نمی کردم و هیچ مدرکی از تاریخ تولدشان را هم نگه نداشتم. توجیه او این بود که چون نمی توانست مراقبت خانوادگی که لیاقت آنها بود را تأمین کند، بهتر دید که آنان را به جای دیگری بسپارد. اما او پیشنهادهایی از سوی تحسین کنندگان ثروتمندی مثل مادام دپینی و دوشس لوکسامبورگ برای سپردن بچه ها به خانواده های خیر را رد کرد و دیوانوار گفت: مطمئنم آنها بچه هایم را با نفرت بزرگ می کنند و حتی ممکن است آنها را وادار کنند تا به پدر و مادر خود خیانت کنند. روسو طی چند سال بعد با کپی کردن موزیک و نوشتن مقالاتی در مورد موسیقی و اقتصاد سیاسی، هر دو حوزه را خود یاد گرفته بود، برای دانشنامه جدید روزگار می گذراند. این پروژه بزرگ به وسیله دنیس دیدرو مدیریت می شد که مثل روسو اهل پاریس نبود. این دانشنامه که ابتدا چیزی جز ترجمه دانشنامه افریم چمبرز بود، کم کم به یکی از مهمترین آثار روشنفکری قرن 18 تبدیل شد. این اثر 34 جلدی متشکل از مهمترین نظریه‌های قرن 18 در مورد علوم، جامعه، سیاست و همه دیگر جنبه‌های زندگی بشری بود. تندروی‌های این دانشنامه باعث رنجش حکومت فرانسه و ممنوعیت چاپ آن شد. به همین دلیل جلدهای بعدی دانشنامه پنهانی چاپ شدند. نویسندگانی که با این دانشنامه کار می‌کردند گاهی اوقات تهدید به زندان می‌شدند. خود دیدرو در سال 1749 به دلیل حمله به استدلالات سنتی وجود خداوند به زندان افتاد. البته نباید فراموش کرد که گروهی از همدلان در دستگاه‌های حکومتی پیش از انقلاب فرانسه وجود داشتند که این تهدیدات را تعدیل می‌کردند. روسو از طریق دیدرو با شبه فیلسوفان دیگری مثل ولتر و ژان دالمبر که هر دو از نویسندگان دانشنامه بودند آشنا شد. اما روسو در این حلقه ها راحت نبود. آنها معتقد بودند اگر خرافات و محدودیت های باستانی، مخصوصا انواع سیاسی و مذهبی آن، در پناه خرد و مطالعه رد می شد، انسان در مسیر خوشبختی بود و روسو به هیچ عنوان با این باور آنها موافق نبود. هرچند هر وقت روسو اراده می کرد می توانست فرهیخته ترین مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و جذب کند، اما او در چنین جمع های خاصی راحت نبود. در سال 1750 روسو ناگهان مشهور شد. آکادمی در دیجون مسابقه‌ای با این سوال برگزار کرد: آیا روی آوردن دوباره به هنر و علم تأثیر پالایشی بر اخلاق داشته است؟ احتمالاً جواب مورد انتظار برای ارزیابی آری بود. روسو که در مسابقه شرکت کرده بود گستاخانه و محکم گفت: نه.
اثر او با عنوان گفتاری در مورد علوم و هنرها یا گفتار اول اولین جایزه را برد. بخش مهمی از موفقیت این اثر مدیون توانایی روسو در نثر بود، نه محتوای سنت شکنانه آن. روسو نویسنده‌ای فوق‌العاده بود که می گفت پیشرفت‌های تمدن فضایل بنیادین انسانی را در هم شکسته است. ترقی با ایجاد نیازهای مصنوعی مثل چاپ، قند، مبلمان انسان را نه تنها آزاد نکرده بلکه به بردگی گرفته است. او به جای اینکه اعتقاد اصلی روشنگری به خرد را تایید کند، توسعه فرهنگی را ویران کننده معصومیت اولیه ما می داند. همه استدلال های روسو برای معصومیت طبیعی متعلق به خودش نبود. دیگرانی مثل دیدرو پیش از او گفته بودند که در یک دولت کاملا طبیعی انسان‌ها می توانند به اختیار خود به همسایه ها عشق ببرزند. آنها به این دلیل به مسیحیت سنتی حمله می کردند که این دین معتقد بود انسان به وسیله گناه آدم و حوا آلوده شده و تنها با عنایت پروردگار می تواند به جایگاه خود بازگردد. برخلاف مسیحیت، این شبه فیلسوفان معتقد بودند انسان ذاتاً نیک و آزاد است. چشم و همچشمی انسان مدرن نتیجه تشویق جامعه است که در آن انسانها بر اساس ثروت یا موقعیت اجتماعی با هم رقابت می کنند، نه شایستگی ذاتی آنها. این چشم و همچشمی در برابر توجه به خود قرار می گیرد که بر مبنای آن اصل بر حس حفظ خود است و جایی هم برای حس ترحم و همدردی با دیگران باقی می گذارد. بزرگترین گناه تمدن از نظر روسو این بود که تمدن حس معصوم و خود کنترل کننده توجه به خود را تبدیل به حس خبیث رقابت جوی نفاق افکن چشم و همچشمی کرده است. در قرن 18 ایده بدوی نجیب طرفداران زیادی پیدا کرد و روسو هم به این ایده علاقمند شد و تلاش کرد تا آن را منتشر کند. ایده بدوی نجیب بران بود که انسانهای بدوی نمونه کاملی از فضیلت اولیه هستند که جهان فاسد امروزین بسیار از آن فاصله گرفته است. روسو در یک پانویس در کتاب گفتار مدهوشانه می نویسد: من جرأت نمی کنم در مورد مردم خوشبختی صحبت کنم که حتی نام بسیاری از خباثت‌هایی را که ما نمی توانیم در خودمان سرکوب کنیم نمی دانند. منظورم بومیان آمریکاست که حکومتی ساده و طبیعی همانند حکومتی که مونتاین دوست داشت دارند. این حکومت نه تنها بر اساس قوانین افلاطون اداره می شود، بلکه در بالاترین حد قابل تصور از فلسفه حکومتداری که تا کنون وجود داشته قرار دارد. اما جستجو در آثار و منابع موجود نشان می‌دهد که او هرگز به اروپاییان قرن 18 پیشنهاد نکرد که همگی به درون جنگل‌های دست نخورده برگردند. در عوض او به دولت شهرهای عهد باستان، مخصوصاً اسپارت، می‌نگریست که جمهوری خدایان و نه انسان‌ها بود. در عین حال گناهانی که با نقاب هنرهای زیبا به آتنی‌ها ارائه می‌شد اثباتی بر بیهودگی علم است. روسو روم اولیه را هم تا قبل از فاسد شدن آن به وسیله یونانیان زیرک و فریبکار می‌ستود. جمهوری‌های قهرمان پروری که روسو با آن موافق بود بعداً الهام بخش انقلاب فرانسه شد. روسو به رغم تحسینی که برای این جمهوری‌های پاک قائل بود،
هنوز امید داشت تا پستی در بارگاه پرزرق و برق، بی بند و بار، شهوت زده و بدنام لویی 15 به دست آورد. در آن زمان دربار به وسیله مادام د پومپادو اداره می شد که در میان بانوان درباری از همه باهوشتر و افسونگرتر بود. در سال 1752 اپرای روسو به نام غیبگوی آبادی در پیشگاه شاه در فونتین بلو با موفقیت اجرا شد. در آن زمان جنگ ایده های موسیقیایی جریان داشت. در یک طرف هواداران اپرای موقر فرانسوی به رهبری ژان فیلیپ رامو پیر قرار داشتند و در طرف دیگر هواداران اپرای ایتالیایی بودند که خواهان یک رویکرد سرزنده تر و طبیعی تر بودند. روسو به ایتالیایی ها پیوست و در سال 1753 در یک نامه سرگشاده به بدترین وجهی به رامو تاخت. هرچند لویی 15 مکتب ملی فرانسه را رد نمی کرد، اما غالباً از سبک ایتالیایی روسو خوشش آمد و برای او مستمری تعیین کرد و امتیاز اقامت در بارگاه داد. اما روسو به دلیل غرور و شرمی که داشت این هدیه را قبول نکرد. او بعداً گفت شرم او نه به دلیل حضور شاهان و شاهزادگان، بلکه به دلیل غرور نوکران دربار بود. روسو که مشکل مثانه و تکرر ادرار داشت، باید هر نیم ساعت به دستشویی می‌دوید و این می‌توانست مشکل بزرگی برای یکی از درباریان بزرگترین قصر اروپا باشد. هرچند روسو تلاش برای تبدیل شدن به آهنگساز دربار را رها کرد، اما کریستوف گولاک، یکی از رهبران بزرگ اپرا در قرن 18 بعدها گفت آن کاری که من همیشه می‌خواستم انجام دهم شبیه کاری بود که اگر روسو آهنگ سازی را برای نویسنده شدن رها نمی‌کرد می‌توانست انجام دهد.